کتاب انسان خودگونه اثری نوشته یووال نو هراری هست که اولین بار در سال 2015 به انتشار رسید. انسانیت در طول قرن گذشته موفق به انجام غیر ممکن ها شده و تونسته از قحطی، طاعون و جنگ جون سالم به در ببره. شاید پذیرفتن این موضوع سخت باشه، اما همونطور که هراری با نثر جذاب و آموزنده خودش توضیح میده، مسائلی چون قحطی، طاعون و جنگ از نیروهای غیر قابل کنترل به چالش‌های قابل مدیریت تبدیل شدن. اما چه چیزی جای این مسائل رو گرفته؟ ما انسان‌ها به عنوان خدایان خودخوانده سیاره زمین چه سرنوشتی رو برای خودمون رقم خواهیم زد و به دنبال چه مأموریتی خواهیم بود؟ کتاب انسان خودگونه به پروژه ها، رویاه ها و کابوس های میپردازه که قرن 21 رو شکل میده، از غلبه بر مرگ گرفته تا ساخت زندگی مصنوعی. این کتاب پرفروش و فراموش نشدنی سوال های بنیادین رو مطرح میکنه: ما به چه سمتی خواهیم؟ نو هراری معتقده معضل بزرگی که اون شناسایی کرده این هست که دنیا مثل خانواده‌ای رها شده که در اون فرد بالغ مسئولی وجود نداره، یا بزرگتر خانواده از خودش سلب مسئولیت کرده. اگر موافق باشید بشنویم کتاب صوتی انسان خودگونه با صدای فرهاد ارکانی. دستور کار نوین انسان. در سپید دم هزاره سوم بشریت از خواب برمی‌خیزد. کش و قوسی به دست و پایش می‌دهد و چشمهایش را می‌مالد. بقایای کابوسی ترسناک همچنان در ذهنش چرخ می‌زند. یک چیزی بود با سیم خاردار و ابرهای عظیم قارچی شکل. خب دیگر همش یک خواب بد بود. بعد به حمام می‌رود، صورتش را می‌شوید، چین و چروک‌های صورتش را در آینه وارسی می‌کند، فنجان قهوه درست می‌کند و دفتر یادداشت روزانه‌اش را باز می‌کند. ببینیم برنامه امروز چیست. در طول هزاران سال پاسخ به این مسئله تغییری نکرده است. همان سه مشکلی که ذهن مردم را در چین قرن بیستم، در هند قرون وسطا و در مصر باستان به خود مشغول می‌داشت: قحطی، بیماری‌های همه‌گیر و جنگ. این سه همیشه در صدر فهرست بودند. انسان‌ها نسلاً در نسل به درگاه هر خدا و فرشته و قدیسی استغاثه بردند و ابزارها و نهادها و نظامهای اجتماعی بیشماری ابداع کردند. با این حال همچنان میلیون‌ها نفر از گرسنگی و بیماری‌های واگیردار و خشونت می‌مردند. اندیشمندان و پیشگویان بسیاری به این نتیجه رسیدند که قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ لابد یا اجزای سازنده طرح و برنامه خداوند برای عالمند، یا بخشی از طبیعت ناقص ما هستند و چیزی جز پایان زمان ما را از چنگشان خلاص نخواهد کرد. با این حال در سپید دم هزاری سوم بشریت به درکی شگفت‌انگیز نائل می‌آید. بیشتر افراد معمولاً به این موضوع فکر نمی‌کنند، اما در چند دهه اخیر ما انسان‌ها توانستیم قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ را مهار کنیم. البته این مشکلات به طور کامل حل نشدند، اما از نیروهای فهم‌ناپذیر و مهار نشدنی طبیعت به صورت چالش‌های قابل کنترل درآمده‌اند. دیگر نیازی به استغاثه به درگاه هیچ قدیسی نداریم تا از شر آنها نجاتمان دهد. اکنون خیلی خوب می‌دانیم که برای پیشگیری از قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ چه کارهایی باید انجام شود و معمولاً هم می‌توانیم انجام دهیم. درست است هنوز ناکامی‌های مهمی وجود دارد، اما هنگام مواجهه با این ناکامی‌ها دیگر شانه بالا نمی‌اندازیم که خب این دنیای پر عیب و نقص هم اینطوری است دیگر، یا هر چه خدا بخواهد همان می‌شود. برعکس، وقتی که مهار قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ از دستمان در می‌رود، احساس می‌کنیم لابد کسی گند زده است. کمیته تحقیق و بررسی تشکیل می‌دهیم و به خودمان قول می‌دهیم دفعه بعد کارمان را بهتر انجام دهیم، و این واقعاً نتیجه می‌دهد. چون این فجایعی البته هر روز کمتر و کمتر رخ می‌دهد. در طول تاریخ اولین بار است که انسان‌ها بیشتر بر اثر پرخوری می‌میرند تا فقر غذایی.
بیشتر بر اثر کهولت میمیرند تا بیماری‌های واگیردار و بیشتر از آن که به دست سربازان و تروریست‌ها و جنایتکاران کشته شوند خودکشی می‌کنند. در ابتدای قرن 21 احتمال مرگ انسان‌های عادی از زیاده روی در خوردن همبرگرهای مک‌دونالد به مراتب بیشتر از خشکسالی یا ویروس ایبولا یا حمله القاعده است. بنابراین با اینکه رؤسای جمهور و مدیران ارشد و ژنرال‌ها همچنان هر روز با بحران‌های اقتصادی و برخوردهای نظامی درگیرند، اگر موضوع را با مقیاس جهانی تاریخ بسنجیم در می‌یابیم که انسان می‌تواند چشم بگشاید و افق‌های تازه‌ای ببیند. اگر به راستی داریم قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ را مهار می‌کنیم، در صدر برنامه زندگی بشر چه چیزی جایگزین آنها خواهد شد؟ انسان قرن 21 هم مثل آتش نشانان در جهانی بدون حریق باید سؤالی بی سابقه از خود بپرسد. قرار است با خودمان چه کنیم؟ در دنیایی سالم و مرفه و موزون چه چیزی توجه و خلاقیت ما را به خود معطوف خواهد کرد؟ اهمیت این سؤال با توجه به توانایی‌های نوین و عظیمی که فناوری زیستی و فناوری اطلاعات در اختیارمان می‌گذارند دوچندان می‌شود. با این همه قدرت و توانایی چه خواهیم کرد؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش لازم است کمی بیشتر درباره قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ سخن بگوییم. این ادعا که داریم اینها را مهار می‌کنیم ممکن است به نظر بسیاری از افراد عجیب و گزاف یا به شدت ساده لوحانه یا شاید بی‌رحمانه باشد. پس تکلیف میلیاردها انسانی که با کمتر از $2 در روز به سختی روزگار می‌گذرانند چه می‌شود؟ تکلیف بحران فزایندی ایدز در آفریقا یا جنگ‌هایی که در سوریه و عراق بیداد می‌کنند چه می‌شود؟ برای پرداختن به این دغدغه‌ها بیایید قبل از کندوکاو در برنامه زندگی انسان در دهه‌های پیش رو نگاهی دقیق‌تر بیندازیم به دنیا در آغاز قرن 21. خط فقر زیستی. با قحطی شروع کنیم که هزاران سال بدترین دشمن بشر بوده است. تا همین اواخر زندگی بیشتر انسان‌ها بر لبه خط فقر زیستی قرار داشت و پایین‌تر از آن چیزی نبود جز مرگ بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی. ممکن بود اشتباهی کوچک یا کمی بد اقبالی به راحتی منجر به مرگ کل خانواده یا روستا شود. اگر باران‌های شدید محصول گندمتان را نابود می‌کرد یا دزدان گلی بزهایتان را می‌ربودند، شما و عزیزانتان ممکن بود از گرسنگی بمیرید. بدبیاری یا حماقت دست جمعی به قحطی گسترده می انجامید. وقتی خشکسالی شدید مصر باستان یا هند قرون وسطا را فرا می گرفت، 5 یا 10% مردم تلف می شدند و این امر نادری نبود. مواد غذایی کمیاب می شد، حمل و نقل هم آنقدر کند و پرهزینه بود که نمی شد غذای کافی وارد کرد و حکومت ها آنقدر ضعیف بودند که نمی توانستند قائله را ختم به خیر کنند. اغلب شما احتمالاً می‌دانید که نخوردن یک وعده نهار یا روزه گرفتن بنابر ممنوعیت دینی یا چند روزی را به اقتضای برنامه غذایی جدید و معجزه‌گر با سبزیجات سر کردن چه حسی دارد. اما اگر روزهای متمادی چیزی نخورده باشید و ندانید لقمه بعدی را از کجا به دست آورید چه؟ بیشتر انسان‌های امروزی هرگز چنین عذاب دردناکی را تجربه نکردند، اما متأسفانه نیاکان ما خیلی خوب از آن خبر داشتند. وقتی به درگاه خدا فریاد می زدند که ما را از شر قحطی نجات بده، همین تجربه را پس ذهن داشتند. در طول 100 سال گذشته تحولات حوزه فناوری و دیگرگونی های اقتصادی و سیاسی چتری حمایتی پدید آوردند که روز به روز سفت‌تر و سخت‌تر می شود و انسانها را از خط فقر زیستی دور نگه می دارد. قحطی های گسترده هنوز هر از گاهی در برخی مناطق روی می دهد، اما نادرند و تقریبا همیشه نتیجه سیاست های انسان ها هستند و نه فجایع طبیعی. در بیشتر بخش‌های کره زمین حتی اگر کسی کار و همه دارایی‌هایش را هم از دست بدهد، بعید است از گرسنگی بمیرد. بیمه‌های خصوصی و کارگزاران حکومتی و سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی شاید او را از فقر رهایی نبخشند، اما آن مقدار کالری روزانه را که برای زنده ماندن لازم است در اختیارش می‌گذارند. در سطح جمعی شبکه تجارت جهانی خشکسالی و سیل را به فرصت‌های کسب و کار بدل می‌کند و امکان رفع سریع و ارزان مشکل کمبود غذا را فراهم می‌آورد. حتی زمانی که جنگ یا زلزله یا سونامی کشورها را کاملاً ویران می‌کند، تلاش‌های بین‌المللی معمولاً می‌تواند جلوی قحطی را بگیرد. با اینکه همچنان صدها میلیون نفر تقریباً هر روز گرسنگی می‌کشند، در بیشتر کشورها اندکن انسان‌هایی که به واقع از گرسنگی بمیرند. فقر قطعاً باعث بسیاری مشکلات دیگر در حوزه سلامت افراد می شود و سوء تغذیه امید به زندگی را حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان نیز کاهش می دهد. مثلا در فرانسه 6 میلیون نفر یعنی تقریباً 10% جمعیت گرفتار ناامنی غذایی‌اند. یعنی صبح از خواب برمی خیزند و نمی دانند موقع نهار چیزی دارند بخورند یا نه.
اغلب با شکم گرسنه سرشان را زمین می‌گذارند و همان تغذیه‌ای هم که دارند نامتوازن و ناسالم است. مقدار زیادی نشاسته با قند و نمک و پروتئین و ویتامین ناکافی. با این حال ناامنی غذایی قحطی نیست و فرانسه ابتدای قرن 21 هم فرانسه سال 1694 نیست. حتی در بدترین زاغه‌های اطراف پاریس هم انسان‌ها از هفته‌ها غذا نخوردن نمی‌میرند. همین تغییر در بسیار کشورهای دیگر هم رخ داده است، از همه مهمتر در چین. در طول چند هزار سال قحطی بر هر نظام حکومتی در چین سایه می‌افکند، از امپراتوران زرد گرفته تا کمونیست‌های سرخ. چند دهه پیش چین مظهر کمبود غذا بود. ده‌ها میلیون چینی در طول برنامه ناموفق جهش بزرگ به جلو از گرسنگی جان باختند و کارشناسان مرتب پیش‌بینی می‌کردند که اوضاع همچنان بدتر خواهد شد. در سال 1974 اولین کنفرانس جهانی غذا در روم تشکیل شد و نمایندگان کشورها با سناریوهای مصیبت‌باری مواجه شدند. به آنها گفته می‌شد که چین هیچ راهی برای تأمین غذای جمعیت میلیاردیش ندارد و این پرجمعیت‌ترین کشور جهان به سوی فاجعه پیش می‌رود. اما در واقع چین داشت به سمت بزرگترین معجزه اقتصادی تاریخ می‌رفت. از سال 1974 به بعد صدها میلیون چینی از چنگال فقر خلاص شدند و با اینکه صدها میلیون نفر دیگر همچنان تا حد زیادی گرفتار محرومیت و سوء تغذیه‌اند، این کشور برای اولین بار در طول تاریخ مدونش از شر قحطی رهایی یافته است. در حقیقت امروزه در بیشتر کشورها پرخوری مشکلی شده است به مراتب بدتر از قحطی. گفتند که در قرن 18 ماری آنتوانت به انبوه گرسنگان و محرومان توصیه کرد اگر نان نداشتید باید به جای شیرینی بخورید. امروز فقرا این توصیه را مو به مو اجرا می کنند، در حالی که ساکنان ثروتمند بورلی هیلز سالاد کاهو و توفوی بخارپز همراه با کینوا می خورند، فقرا در زاغه ها و گتو ها شکمشان را با کیک های توینکی و پفک نمکی چیتوز و همبرگر و پیتزا سیر می کنند. در سال 2014 بیش از 2 میلیارد نفر اضافه وزن داشتند و در مقابل 850 میلیون نفر با سوء تغذیه دست به گریبان بودند. پیش بینی می شود تا سال 2030 نیمی از انسان ها دچار اضافه وزن شوند. در سال 2010 قحطی و سوء تغذیه روی هم جان حدوداً 1 میلیون نفر را گرفت، در حالی که چاقی 3 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد. ناوگان نامرئی. بعد از قحطی دومین دشمن بزرگ انسان بیماری‌های همه‌گیر و واگیردار بود. شهرهای شلوغ و پرجمعیتی که با زنجیری مداوم بازرگانان و مقامات اداری و زائران به یکدیگر پیوند می‌خوردند، هم پایه و اساس تمدن بشری بودند و هم بستر مناسبی برای عوامل بیماریزا. در نتیجه مردم در آتن باستان یا فلورانس قرون وسطا با علم به این موضوع می‌زیستند که ممکن است هفته بعد بیمار شوند و بمیرند، یا اینکه ناگهان بیماری همه‌گیری سر برآورد و در چشم هم زدنی کل خانواده‌شان را نابود کند. شناخته ترین این بیماری‌ها معروف به مرگ سیاه در دهه 1330 شروع شد، جایی در شرق یا مرکز آسیا، و در زمانی که یرسینیا پستیس، باکتری که در بدن کک‌ها زیست می‌کند، به بدن انسان‌هایی سرایت کرد که کک می‌گزیدشان. از آنجا بود که تا اون با لشکر موش و کک به سرعت در سرتاسر آسیا و اروپا و شمال آفریقا شیوع یافت و در ظرف کمتر از 20 سال به سواحل اقیانوس اطلس رسید. بین 75 تا 200 میلیون نفر جان باختند، بیش از 1/4 جمعیت اوراسیا. در انگلستان از هر 10 نفر 4 نفر مردند و جمعیت 3.7 میلیون نفری قبل از طاعون بعد از فروکش کردن این بیماری به 2.2 میلیون نفر کاهش یافت. شهر فلورانس 50,000 نفر از 100,000 نفر جمعیتش را از دست داد. مرگ سیاه نه رویدادی استثنایی بود و نه حتی بدترین بیماری همه‌گیر تاریخ. در پی ورود اولین اروپایی‌ها به آمریکا و استرالیا و جزایر اقیانوس آرام، بیماری‌های همه‌گیر فاجعه‌بارتر این مناطق را فرا گرفت. سیاحان و مهاجران بیان که بدانند بیماری‌های واگیردار جدیدی را با خود آوردند که بومیان در مقابلشان ایمن نبودند، در نتیجه نزدیک به 90% بومیان جان خود را از دست دادند. بیماری‌های همه‌گیر در قرن 20 نیز همچنان جان ده‌ها میلیون نفر را می‌گرفت. در ژانویه 1918 هزاران سرباز در سنگرهای شمال فرانسه بر اثر نوعی آنفلانزای مشخصاً مهلک معروف آنفلانزای اسپانیایی به حالت احتضار افتادند. این خط مقدم حد نهایی کارآمدترین شبکه جهانی تدارکاتی بود که دنیا تا آن زمان به خود دیده بود. نیروهای انسانی و مهمات از بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و هند و استرالیا به آنجا سرازیر می‌شد. نفت از خاورمیانه، گوشت و غله از آرژانتین، کاوچو از مالایا و مس از کنگو می‌رسید. در عوض همه نیروها آنفلانزای اسپانیایی گرفتند.
در عرض چند ماه این ویروس تقریبا 500 میلیارد نفر یعنی 1/3 جمعیت جهان را مبتلا کرد. در هند جان 5% جمعیت یعنی 15 میلیون نفر را گرفت. در جزیره تاهیتی 14% مردم جان باختند. در ساموا 20%. در معادن مس کنگو از هر 5 کارگر یک نفر جانش را دست داد. در مجموع این بیماری عالمگیر بین 50 تا 100 میلیون نفر را در کمتر از یک سال به کام مرگ فرستاد. تعداد کشته شدگان جنگ جهانی اول 40 میلیون نفر بود. در طول قرن 20 در نتیجه رشد جمعیت و بهبود حمل و نقل انسان‌ها در برابر بیماری‌های همه‌گیر آسیب‌پذیرتر هم شدند. کلان شهرهای مدرن مثل توکیو یا کینشازا بستر بسیار مناسب‌تر و غنی‌تری برای عوامل بیماری‌زاست تا فلورانس قرون وسطا. شبکه حمل و نقل جهانی امروزه از سال 1918 نیز کارآمدتر است. ویروس اسپانیایی میتواند در کمتر از 24 ساعت به کنگو یا تاهیتی راه پیدا کند. بنابراین باید انتظار می‌داشتیم که در جهنم بیماری‌های همه‌گیر و مهلکی به سر بریم که پی در پی شایع می‌شوند. با این حال در چند دهه اخیر وقوع بیماری‌های همه‌گیر و تأثیر آنها به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به ویژه مرگ و میر کودکان در سطح جهانی در پایین‌ترین حد است. کمتر از 5% کودکان قبل از رسیدن به بلوغ می‌میرند. در دنیای توسعه یافته این میزان کمتر از 1% است. این معجزه نتیجه دستاوردهای بی سابقه پزشکی در قرن 20 است که امکان دسترسی به واکسیناسیون، آنتیبیوتیک ها، بهداشت بهتر و زیرساخت های پزشکی بسیار مطلوب تر را فراهم کرده است. حتی فاجعه ایدز را هم که به ظاهر بزرگترین شکست پزشکی چند دهه اخیر بوده است میتوان نشانه پیشرفت دانست. از زمان نخستین شیوع گسترده ایدز در دهه 1980 بیش از 30 میلیون نفر بر اثر این بیماری جان باختند و ده ها میلیون نفر دیگر گرفتار آسیب‌های فرسایندی جسمی و روحی شدند. شناسایی و درمان این بیماری همه‌گیر جدید سخت بود چون بیماری موذی خاصی است. شخص مبتلا به ویروس آبله در ظرف چند روز می‌میرد، در حالی که بیماری با اچ‌آی‌وی مثبت ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها کاملا سالم به نظر برسد اما ندانسته این بیماری را به دیگران منتقل کند. به علاوه ویروس HIV خودش کشنده نیست. به بیان بهتر به سیستم ایمنی بدن آسیب می‌زند و از این طریق بیمار را در معرض بیماری‌های متعدد دیگر قرار می‌دهد. در واقع جان قربانیان ایدز را این بیماری‌های ثانویه می‌گیرد. در نتیجه وقتی ایدز شیوع پیدا کرد به سختی می‌شد دریافت که چه اتفاقی دارد می‌افتد. هنگامی که در سال 1981 در یکی از بیمارستان‌های نیویورک دو بیمار بستری شدند که یکیشان از زاتوریه رو به مرگ بود و دیگری از سرطان، اصلاً معلوم نبود هر دویشان در حقیقت قربانیان ویروس HIV هستند که شاید ماه‌ها یا حتی سال‌ها قبل آن را مبتلا کرده بود. با این حال علی‌رغم این مشکلات بعد از اینکه جامعه پزشکی از این بیماری همه‌گیر جدید و مرموز آگاه شد فقط 2 سال طول کشید تا دانشمندان شناساییش کنند و شیوه انتشارش را دریابند و راه‌های مؤثری برای کنتر کردن رشدش پیشنهاد دهند. در طول 10 سال بعد داروهای جدید ایدز را از بیماری مرگبار به بیماری مزمن بدل کردند، دست کم برای کسانی که آنقدر پول داشتند تا از عهده درمان برآیند. فقط فکر کنید که اگر ایدز به جای سال 1981 در سال 1581 بروز میکرد چه رخ میداد؟ به احتمال قوی هیچ کس در آن زمان متوجه نمیشد علت این بیماری همگیر چیست یا چطور از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود یا چگونه میتوان متوقفش کرد، چه برسد به درمانش. در چنین شرایطی ایدز احتمالاً مرگ تعداد بسیار بیشتری از انسانها را رقم میزد، درست مثل مرگ سیاه یا شاید حتی بیشتر از آن. با وجود تلفات سرسام‌آور ایدز و نیز مرگ سالانه میلیون‌ها نفر بر اثر بیماری‌های واگیردار قدیمی مثل مالاریا، بیماری‌های همه‌گیر امروزه در قیاس با هزارهای قبل سلامت انسان‌ها را به مراتب کمتر تهدید می‌کنند. بیشتر مردم از بیماری‌های غیر واگیرداری مثل سرطان و ناراحتی‌های قلبی یا صرفاً بر اثر کهولت می‌میرند. ضمناً سرطان و ناراحتی‌های قلبی بی‌تردید بیماری‌های جدیدی نیستند و قدمت آنها به عهد عتیق می‌رسد. هرچند در گذشته معمولاً اشخاص آنقدر عمر نمی‌کردند تا از این گونه بیماری‌ها بمیرند. خیلی‌ها می‌ترسند این پیروزی موقتی باشد و یکی از قوم و خویش‌های ناشناخته مرگ سیاه همین نزدیکی‌ها کمین کرده باشد. هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند بیماری‌های همه‌گیر باز نمی‌گردند، اما نشانه‌ها حاکی است که در مسابقه تسلیحاتی میان پزشکان و میکروب‌ها پزشکان جلو می‌زنند. بیماری‌های واگیردار جدید اساساً در نتیجه جهش‌های اتفاقی در ژنوم عوامل بیماریزا ظاهر می‌شوند. این جهش‌ها به عوامل بیماریزا امکان می‌دهد از بدن حیوانات به بدن انسان‌ها بجهند، سیستم ایمنی انسان‌ها را مغلوب کنند یا در برابر داروهایی چون آنتی‌بیوتیک مقاوم شوند. در حال حاضر این قبیل جهش‌ها به دلیل تأثیر انسان‌ها بر محیط زیست احتمالاً سریع‌تر از گذشته رخ می‌دهند و اشاعه می‌یابند. با این حال عوامل بیماریزا در مسابقه با دانش پزشکی در نهایت متکی به دست ناپیدای بخت و اقبالند.
برعکس پزشکان فقط به بخت و اقبال متکی نیستند. اگرچه امتحاد زیادی مدیون خوش اقبالی است، اما اینطور هم نیست که پزشکان فقط مواد شیمیایی مختلف را درون لوله‌های آزمایشگاهی بریزند به این امید که بر حسب اتفاق به داروی جدیدی بخورند. هر سال که می‌گذرد پزشکان دانشی بیشتر و بهتر می‌انبارند و از آن برای ساختن داروها و طراحی درمان‌های مؤثرتر بهره می‌گیرند. بنابراین اگرچه بدون شک در سال 2050 با میکروب‌های بسیار مقاوم‌تری روبرو خواهیم بود، اما دانش پزشکی نیز در آن سال می‌تواند کارآمدتر از امروز بر آنها چیره شود. در جدال با بلایای طبیعی مثل ایدز و ایبولا، کفی ترازو به نفع انسان سنگینی می‌کند. اما درباره خطرهای ذاتی طبیعت خود انسان چه می‌توان گفت؟ فناوری زیستی امکان غلبه بر باکتری و ویروس را به ما می‌دهد، اما همزمان خود انسان‌ها را به خطری بی‌سابقه بدل می‌کند. چه بسا همان ابزارهایی که پزشکان را قادر به شناسایی و درمان سریع بیماری‌های جدید می‌کند، به نیروهای نظامی و تروریست‌ها هم امکان تحریزی بیماری‌های به مراتب هولناک‌تر و عوامل بیماری‌زای مصیبت‌بارتری بدهد. بنابراین محتمل است که بیماری‌های همه‌گیر عمده همچنان در آینده زندگی انسان‌ها را به خطر بیندازند، البته فقط در صورتی که انسان‌ها خود با هدف خدمت به نوعی ایدئولوژی بی‌رحمانه آنها را به وجود آورند. احتمالاً دوره‌ای که انسان در مقابل بیماری‌های همه‌گیر طبیعی درمانده بود سپری شده است، اما شاید به جایی برسیم که دلمان برای همان دوران تنگ شود. زیر پا گذاشتن قانون جنگل. سومین خبر خوب این است که بساط جنگ هم دارد برچیده می شود. در طول تاریخ بیشتر انسان‌ها جنگ را بدیهی می پنداشتند، اما صلح وضعیتی گذرا و ناپایدار بود. روابط بین‌الملل از قانون جنگل تبعیت می کرد که مطابق آن حتی اگر دو واحد سیاسی در صلح بودند، جنگ را نیز همیشه می شد انتخاب کرد. مثلا با اینکه در سال 1913 بین آلمان و فرانسه صلح برقرار بود، همه می‌دانستند که ممکن است در 1914 به جان هم بیفتند. سیاستمداران و ژنرال‌ها، صاحبان کسب و کار و شهروندان معمولی، هنگام نقشه کشیدن برای آینده همواره جایی را هم برای جنگ در نظر می‌گرفتند. از عصر حجر تا زمان نیروی بخار و از قطب شمال تا صحرای آفریقا، همه می‌دانستند که هر لحظه ممکن است همسایگان به قلمروشان هجوم آورند و قوای نظامیشان را شکست دهند و مردمشان را از دم تیغ بگذرانند و سرزمینشان را اشغال کنند. در طول نیمه دوم قرن بیستم سرانجام این قانون جنگل زیر پا گذاشته شده، هرچند ملغا نشده است. در اغلب مناطق جنگ بیش از همیشه نادر شده است. اگر در جوامع کشاورزی کهن خشونت انسانی تقریبا مسبب 15% مرگ و میرها بود، در طی قرن بیستم فقط باعث 5% مرگ ها شد و در آغاز قرن 21 جنگ عامل حدوداً 1% مرگ و میر در سطح جهان است. در سال 2012 حدود 56 میلیون نفر در سراسر دنیا جان باختند. مرگ 620 هزار نفر ناشی از خشونت انسانی بود. 120 هزار نفر در نتیجه جنگ و 500 هزار نفر در نتیجه جرم و جنایت جان خود را از دست دادند. در مقابل 800 هزار نفر خودکشی کردند و 1.5 میلیون نفر بر اثر دیابت جان باختند. امروزه قند خطرناکتر از اسلحه است. امروزه واژه صلح معنای تازه یافته است. نسل‌های پیشین صلح را حالت موقتی درگیر نبودن بین دو جنگ می‌پنداشتند. ما امروز صلح را ناموجه بودن جنگ می‌پنداریم. در سال 1913 زمانی که می‌گفتند بین فرانسه و آلمان صلح برقرار است، منظور این بود که در حال حاضر بین فرانسه و آلمان جنگ نیست. اما کسی نمی‌داند سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز وقتی که میگوییم فرانسه و آلمان در صلح به سر میبرند، منظورمان این است که تحت هر گونه شرایط قابل پیش بینی بسیار بعید است که بین این دو کشور جنگی در بگیرد، چون این صلحی نه فقط بین فرانسه و آلمان بلکه میان اغلب کشورها، اگرچه نه همه آنها، حاکم است. هیچ طرح و برنامه‌ای حاکی از در گرفتن جنگ جدی میان آلمان و لهستان، میان اندونزی و فیلیپین یا میان برزیل و اوروگوئه در سال آینده در کار نیست. این صلح نوین صرفاً رویایی از جنس افکار هیپی‌ها هم نیست. حکومت‌های تشنه قدرت و شرکت‌های تمکار هم روی آن حساب می‌کنند. وقتی شرکت مرسدس بنز استراتژی‌های فروش خود در شرق اروپا را تحمیل زد، این احتمال را نادیده می‌گیرد که شاید آلمان لهستان را تسخیر کند. شرکتی که کارگزاران ارزان قیمت از فیلیپین وارد می‌کند، نگران این نیست که شاید اندونزی سال بعد به فیلیپین حمله کند. نمی‌شود تصور کرد در جلسه دولت برزیل برای بحث و بررسی درباره بودجه سال بعد، وزیر دفاع از جایش برخیزد و مشت بر میز بکوبد و فریاد بزند یک دقیقه اجازه بدهید، اگر بخوایم به اوروگوئه حمله ببریم و اشغالش کنیم چه؟ شما این را در نظر نگرفتید. باید برای تامین هزینه‌های این عملیات 5 میلیارد دلار کنار بگذاریم.
البته هستن کشورهایی که وزیران دفاعشان هنوز چون این حرفهایی میزنند و هستن مناطقی که صلح نوین نتوانسته از در آنها پا بگیرد. من این را بسیار خوب میدانم چون در یکی از همین مناطق زندگی میکنم. اما اینها مستثناست. مسلماً هیچ تضمینی نیست که صلح نوین همیشه پابرجا بماند. درست همانطور که سلاح‌های هسته‌ای بودند که اول صلح نوین را میسر کردند، ممکن است دگرگونی‌های فناوری در آینده زمینه‌ساز انواع جدیدی از جنگ شوند. به ویژه احتمال دارد جنگ‌های سایبری اوضاع جهان را بی‌ثبات کنند، زیرا این امکان را به کشورهای حتی کوچک و بازیگران غیر دولتی نیز می‌دهند که به شکل مؤثری با ابرقدرت‌ها بجنگند. با این حال نباید دو مسئله توانایی و انگیزه را با هم خلط کنیم. جنگ سایبری ابزارهای ویرانگر جدیدی را عرضه می کند ولی لزوماً موجب انگیزه های لازم برای بکارگیری آنها نمی شود. در 70 سال گذشته انسان نه فقط قانون جنگل بلکه قانون چخوف را هم زیر پا گذاشته است. مشهور است که آنتوان چخوف می گفت سلاحی که در اولین پرده نمایش ظاهر می شود ناگزیر در پرده سوم شلیک خواهد کرد. در سر تا سر تاریخ اگر پادشاهان و امپراتوران به سلاح جدیدی دست می‌یافتند دیر یا زود وسوسه می‌شدند از آن استفاده کنند. اما از سال 1945 به بعد انسان مقاومت در برابر این وسوسه را آموخته است. سلاحی که در اولین پرده جنگ سرد ظاهر شد هرگز شلیک نکرد. اکنون به زندگی در جهانی پر از بمب‌های فرو نریخته و موشک‌های پرتاب نشده خو گرفته ایم. ضمن آنکه در نقض قانون جنگل و قانون چخوف هم تخصص یافته ایم. اگر زمانی در دام این قوانین بیفتیم اشتباه خودمان خواهد بود و نه سرنوشت محتوممان. زیر پا گذاشتن قانون جنگل بخش دوم. پس تروریسم چه می شود؟ حتی اگر حکومت‌های اصلی و کشورهای قدرتمند خیشتنداری آموخته باشند شاید تروریست‌ها فاقد چون این دغدغه‌هایی درباره بکارگیری سلاح‌های ویرانگر جدید باشند. این احتمال قطعاً نگران کننده است. اما تروریسم راهکاری از موضع ضعف است و کسانی آن را برمی‌گزینند که به قدرت واقعی دسترسی ندارند. دست کم در گذشته تروریسم از طریق انتشار ترس و وحشت عمل می‌کرد و نه وارد آوردن خسارت مادی و عمده. تروریست‌ها معمولاً قدرت شکست دادن یک ارتش یا اشغال یک کشور یا نابود کردن کامل شهرها را ندارند. در حالی که در سال 2010 چاقی و بیماری‌های مربوط به آن جان حدود 3 میلیون نفر را گرفت، تروریست‌ها در مجموع 7697 نفر را در سراسر دنیا کشتند که بیشتر در کشورهای در حال توسعه بود. برای آمریکایی یا اروپایی معمولی، کوکاکولا تهدیدی به مراتب مرگبارتر از القاعده است. پس تروریست‌ها چطور می‌توانند سرخط خبرها را به خود اختصاص دهند و باعث تغییر اوضاع سیاسی در سراسر دنیا شوند؟ با برانگیختن واکنش شدید دشمنانشان. در اصل تروریسم نمایش است. تروریست‌ها نمایش وحشت‌آور خشونت به راه می‌اندازند که تخیل ما را به خود معطوف می‌کند و باعث می‌شود احساس کنیم داریم به آشوب و هرج و مرج قرون وسطی باز می‌گردیم. در نتیجه دولت‌ها اغلب خود را مجبور می‌بینند در مقابل صحنه آرایی تروریسم با تظاهر به امنیت واکنش نشان دهند و نمایش‌های عظیم قدرت به راه بیاندازند، مثلا با آزار و اذیت همه مردم یا حمله به کشورهای خارجی. در اغلب موارد این واکنش شدید به تروریسم برای امنیت ما تهدید به مراتب بزرگتری است تا خود تروریست‌ها. تروریست‌ها به مگسی می‌مانند که سعی می‌کند یک چینی فروش را نابود کند. این مگس آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند حتی فنجانی را از جا بجنباند. پس گاوی را گیر می‌آورد و داخل گوشش می‌رود و شروع به وزوز می‌کند. گاو از ترس و خشم وحشی می‌شود و چینی فروشی را ویران می‌کند. آنچه در دهه گذشته در خاورمیانه روی داد همین بود. مرتجعان اسلامی که نتوانسته بودند به تنهایی صدام حسین را به زیر بکشند با حملات 11 سپتامبر خشم ایالات متحده آمریکا را برانگیختند و آمریکا هم به نفع آنها چینی فروشی خاورمیانه را نابود کرد. حالا تروریست ها در این ویرانه خوش و خرمند. تروریست ها به خودشان باشد ضعیف‌تر از آنند که ما را به قرون وسطا بکشانند و باز قانون جنگل را برقرار کنند. ممکن است تحریکمان کنند اما در نهایت همه چیز به واکنش های ما بستگی دارد. اگر قانون جنگل دوباره اجرایی شود تقصیر از تروریست ها نیست. قحطی و بیماری های همگیر و جنگ در دهه‌های پیش رو همچنان میلیون ها قربانی خواهند گرفت. اما دیگر تراژدی های مقدر ورای قدرت درک و مهار بشریتی درمانده نیستند، برعکس به چالش های مهار شدنی بدل شدند. این به معنای دست کم گرفتن رنج صدها میلیون انسان گرفتار فقر نیست، یا میلیون ها انسانی که هر سال بر اثر مالاریا و ایدز و سل از پا در می آیند.
یا میلیون ها انسانی که در سوریه و کنگو و افغانستان در دور باطل خشونت گیر افتادند. به این معنا هم نیست که قحطی و بیماری های همگیر و جنگ کاملا از صفحه جهان محو شدند و دیگر از این بابت جای نگرانی نداریم. درست برعکس، در طول تاریخ انسان های مشکلات را حل نشدنی میپنداشتند و بنابراین تلاش برای پایان بخشیدن به آنها را بیفایده میدانستند. از خدا طلب معجزه میکردند، ولی خود برای ریشه‌کن کردن قحطی و بیماری های همگیر و جنگ به جد نمیکوشیدند. کسانی که میگویند دنیای سال 2016 به اندازه سال 1916 دچار گرسنگی و بیماری و خشونت است، این دیدگاه سنتی یأس‌آلود را تداوم میبخشند. تلویح هم میگویند که همه تلاش های عظیم بشر در قرن 20 بی‌حاصل بوده است و تحقیقات پزشکی و اصلاحات اقتصادی و اقدامات صلح‌آمیز هیچ حاصلی نداشته است. در این صورت چه سود که وقت و منابعمان را صرف تحقیقات پزشکی بیشتر یا اصلاحات اقتصادی ابتکاری یا اقدامات صلح‌آمیز جدید کنیم؟ تأیید دستاوردهای گذشته بشر حاوی پیام امید و مسئولیت پذیری است و ما را برای تلاش‌های بیشتر در آینده تشویق می‌کند. با توجه به موفقیت‌های قرن 20، اکنون اگر انسان‌ها همچنان گرفتار قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ باشند، دیگر نمی‌توان گناهش را به گردن طبیعت یا خدا انداخت. ما انسان‌ها بیشتر از اینها توانایی بهبود بخشیدن به امور و کاستن از رنج و مصیبت داریم. با این حال، درک بزرگی دستاوردهای بشر پیام دیگری نیز دارد. تاریخ خلأ را تاب نمی‌آورد. اگر قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ رو به کاهش دارند، قطعاً چیز دیگری جای آنها را در دستور کار انسان می‌گیرد. پس بهتر است به دقت بیاندیشیم که آن چیز چه خواهد بود. وگرنه ممکن است پیروزی‌های بزرگی در جبهه‌های قدیمی نبرد به دست آوریم و متأسفانه در کمال بی‌خبری گرفتار جبهه‌های کاملاً جدیدی شویم. چیستند طرح و برنامه‌هایی که در قرن 21 در دستور کار انسان جایگزین قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ خواهند شد؟ انسان برای چه چیزهای دیگری تقلا خواهد کرد؟ آیا به همین قانعیم که فقط موهبت‌هایی را که داریم بشماریم، جلوی قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ را بگیریم و تعادل زیست‌محیطی را حفظ کنیم؟ شاید به راستی عاقلانه‌ترین کار همین باشد، اما بعید است انسان‌ها را دنبال کند. انسان‌ها معمولاً به آنچه دارند قانع نیستند. معمول‌ترین واکنش ذهن بشر به دستاورد و موفقیت نه رضایت خاطر، بلکه میل به بیشتر داشتن است. انسان‌ها همیشه متعصد چیزی بهتر و بزرگتر و مطبوع‌ترند. وقتی آدمی توانایی‌های جدید فوق‌العاده‌ای بیابد و وقتی که بالاخره خطر قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ برطرف شود، ما با خود چه خواهیم کرد؟ دانشمندان و سرمایه‌داران و بانکداران و رئیس جمهورها در طول روز چه کاری انجام خواهند داد؟ شعر خواهند سرود؟ موفقیت جاه‌طلبی می‌آورد و دستاوردهای اخیر ما اکنون بشر را به سوی کسب اهداف جسورانه‌تر و شگفت‌انگیزتر پیش می‌راند. حالا که انسان تا حد زیادی به رفاه و سلامت و یکدلی دست یافته است و با توجه به سوابق و ارزش‌های فعلیش، اهداف بعدی او احتمالاً نامیرایی و خوشبختی و خداگونگی خواهد بود. انسانی که از مرگ و میر ناشی از گرسنگی و بیماری و خشونت کاسته است، اکنون هدفش غلبه بر سالخوردگی و حتی خود مرگ است. انسانی که از چنگ بدبختی و فلاکت نکبتبار نجات یافته است، اکنون هدفش رسیدن به خوشبختی کامل است. و انسانی که از سطح امر حیوانی تنازع بقا فراتر رفته است، اکنون هدفش تبدیل انسان خردمند به انسان خداگونه است. آخرین نفس‌های مرگ. احتمالاً در قرن 21 انسان مجدانه به دنبال نامیرایی خواهد بود. جدال با سالخوردگی و مرگ صرفاً ادامه نبرد دیرینه با قحطی و بیماری و بیانگر ارزش والا در فرهنگ معاصر است. ارزشمند بودن زندگی انسان دائما به ما یادآوری می شود که زندگی انسان مقدس‌ترین چیز در دنیاست. همه همین را می گویند. آموزگاران در مدارس و سیاستمداران در پارلمان و وکلا در دادگاه و بازیگران روی صحنه تئاتر. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعد از جنگ جهانی دوم در سازمان ملل به تصویب رسید و احتمالاً بیش از هر چیز شبیه به یک قانون اساسی جهانی است، قاطعانه اعلام می‌دارد که حق حیات بنیادی ترین ارزش انسانی است و چون مرگ به وضوح ناقض این حق است، جرمی علیه نوع بشر محسوب می‌شود و باید با آن به نبردی بی‌امان برخیزیم. در طول تاریخ ادیان و ایدئولوژی‌ها به جای تقدیس خود زندگی، همواره چیزی فراتر یا مافوق هستی زمینی را مقدس می‌شمردند و در نتیجه با مرگ کاملاً کنار می‌آمدند. در حقیقت بعضی از ادیان و ایدئولوژی‌ها علاقمندان راستین مرگ بودند. مسیحیت و اسلام و هندویسم تأکید دارند که معنای هستی بشر منوط است به سرنوشت او در جهان پس از مرگ و مرگ را بخشی حیاتی و مثبت از جهان می‌دانند. انسان‌ها می‌مردند چون خواست خدا این بود و لحظه مرگشان رویداد متافیزیکی بی‌نظیر و مقدسی بود، سرشار از معنا. و
وقتی کسی در احتضار به سر می برد، زمان فراخواندن کشیش و خاخام و شمن بود، زمان تداوم بخشیدن به واپسین دقایق حیات و ایمان آوردن به نقش واقعی انسان در جهان. کافیست بکوشید مسیحیت یا هندویسم را در جهانی بدون مرگ تصور کنید، جهانی بدون بهشت یا جهنم یا تناسخ. علم جدید و فرهنگ جدید دیدگاه کاملا متفاوتی درباره زندگی و مرگ دارند. از این منظر مرگ نه رازی متافیزیکی است و نه قطعا سرچشمه معنای زندگی. در عوض مرگ در نظر انسان‌های عصر جدید موضوعی فنی است که می‌توانیم و باید حلش کنیم. انسان دقیقاً چطور می‌میرد؟ قصه های جن و پری قرون وسطا مرگ را شبحی داس به دست با شعلای سیاه نقابدار تصویر می‌کردند. هر انسانی مشغول زندگی خودش است و دغدغه‌هایی درباره چیزهای مختلف دارد و این طرف آن طرف می‌رود، تا اینکه ناگهان دروگر داس به دست مخوف در برابرش ظاهر می‌شود و با انگشت استخوانیش بر شانه او می‌زند که بیا. و او التماس می‌کند: نه، خواهش می‌کنم، فقط یک سال، فقط یک ماه، فقط یک روز به من مهلت بده. اما شبح نقابدار زیر لب می‌گوید: نه، همین حالا باید بیای. و ما به این شکل می‌میریم. اما در واقعیت انسان‌ها به این دلیل نمی‌میرند که شبحی با شعلای سیاه بر شانه‌هایشان می‌زند یا خاص خدا این است یا اینکه مرگ بخشی ضروری از یک طرح و برنامه عظیم کیهانی است. انسان‌ها همواره بر اثر نقص فنی می‌میرند. قلب دیگر به بدن خون نمی‌رساند، رسوبات چربی را سفره گستری را می‌بندند، سلول‌های سرطانی کل کبد را فرا می‌گیرند، میکروب‌ها در ریه‌ها تکثیر می‌شوند و مسبب همه مشکلات فنی چیست؟ مسائل فنی دیگر. قلب دیگر به بدن خون نمی‌رساند چون اکسیژن کافی به ماهیچه قلب نمی‌رسد. سلول‌های سرطانی تکثیر می‌شوند چون یک جهش ژنتیکی اتفاقی دستورالعملشان را بازنویسی کرده است. میکروب‌ها وارد ریه کسی می‌شوند چون فرد دیگری در مترو عطسه می‌کند. متافیزیکی در کار نیست. همش مشکلات فنی است و هر مشکل فنی هم راه حل فنی دارد. لازم نیست برای غلبه بر مرگ منتظر ظهور دوباره مسیح بمانیم. چند نفر از این خوره‌های آزمایشگاه می‌توانند این کار را انجام دهند. اگر در قدیم مرگ در حوزه تخصص کاهنان و الهیدانان بود، امروز در تخصص مهندسان پزشکی و ژنتیک است. می توانیم سلول‌های سرطانی را با شیمی درمانی یا به کمک نانوربات‌ها بکشیم. می توانیم با آنتی بیوتیک میکروب‌های ریه را نابود کنیم. اگر قلب از خون رسانی باز ایستد، می توانیم با دارو یا شوک الکتریکی احیایش کنیم. اگر این هم مؤثر نبود، می توانیم قلب جدیدی به بیمار پیوند بزنیم. درست است که در حال حاضر راه حل همه مشکلات فنی را نمی‌دانیم، اما دقیقاً به همین علت است که وقت و پول زیادی صرف پژوهش درباره سرطان و میکروب و علم ژنتیک و نانو فناوری می‌کنیم. حتی اشخاص معمولی هم که درگیر تحقیقات علمی نیستند، عادت کردن مرگ را مشکل فنی تخصصی بپندارند. هنگامی که خانمی نزد پزشکش می‌رود و می‌پرسد آی دکتر من چم شده، پزشک احتمالاً میگوید خب شما آنفولانزا گرفتی یا سل گرفتی یا سرطان داری، اما هرگز نمیگوید شما به مرگ مبتلا شده ای. و ما همه بر این باوریم که آنفولانزا و سل و سرطان مشکلاتی فنی هستند که روزی ممکن است راه حل فنیشان را بیابیم. حتی زمانی که انسان ها بر اثر طوفان یا سانحه رانندگی یا جنگ جان میبازند، تمایل داریم که این را عیب و نقصی فنی ببینیم که میشد و میبایست مانع شد. فقط کافی بود حکومت سیاست‌های بهتری در پیش بگیرد، شهرداری وظایفش را به درستی انجام دهد، فرمانده ارتش عاقلانه‌تر تصمیم بگیرد تا بتوان از مرگ جلوگیری کرد. مرگ تبدیل شده است به دلیل تقریباً قهری دعاوی حقوقی و بازجویی‌ها. چطور ممکن است آنها مرده باشند؟ لابد کسی جایی گندی زده است. تحولات سرسام‌آور در حوزه‌های مثل مهندسی ژنتیک و داروهای حیات‌بخش و نانوفناوری بیشتر به پیش‌بینی‌های خوشبینانه دامن می‌زند. برخی متخصصان معتقدند انسان تا سال 2200 بر مرگ غلبه خواهد کرد و برخی دیگر میگویند تا سال 2100. در حقیقت آنها عملا انسانهای به دور از مرگ خواهند بود، نه نامیرا. برخلاف خداوند، ابر انسانهای آینده هم ممکن است همچنان در جنگ یا تصادف جان خود را از دست بدهند و هیچ چیز هم نتواند آنها را از جهان آخرت بازگرداند. با این حال برخلاف ما انسان‌های میرا، عمر آنها هیچ تاریخ انقضایی نخواهد داشت. مادامی که بمبی بدنشان را تکه تکه نکند یا کامیونی زیرشان نگیرد، می توانند تا ابد زندگی کنند، که البته ممکن است در این صورت به مضطرب‌ترین انسان‌های تاریخ بدل شوند. ما آدم‌های میرا هر روز زندگیمان را به خطر می‌اندازیم چون می‌دانیم به هر حال روزی به پایان خواهد رسید. بنابراین از کوه‌های هیمالیا بالا می‌رویم و در دریا شنا می‌کنیم و بسیاری کارهای خطرناک دیگر را انجام می‌دهیم، مثل عبور از خیابان یا خوردن غذای بیرون از خانه. اما اگر کسی باور داشته باشد که می‌تواند همیشه زنده بماند، دیوانگی است که با این قبیل کارها نامتناهی بودن را به خطر بیندازد. آخرین نفس‌های مرگ، بخش دوم. شا
شاید بهتر باشد با هدفهای کوچکتری مثل دو برابر کردن امید به زندگی شروع کنیم. در قرن 20 امید به زندگی تقریبا دو برابر شد و از 40 سال به 70 سال رسید. بنابراین در قرن 21 باید حداقل بتوانیم آن را باز دو برابر کنیم و به 150 سال برسانیم. این اتفاق به رغم فاصله بسیار با نامیرایی همچنان جامعه بشری را دگرگون خواهد کرد. قبل از همه ساختار خانواده و ازدواج و روابط والدین و فرزندان تغییر خواهد کرد. دقت کنید، امروز انسان‌ها همچنان انتظار دارند ازدواج کنند و برای با هم بودن پیمان ابدی ببندند و بیشتر عمرشان صرف تربیت فرزندان می‌شود. حالا سعی کنید آدمی را در نظر بگیرید با 150 سال عمر که اگر در 40 سالگی هم ازدواج کند هنوز 110 سال از عمرش باقی است. آیا معقول است انتظار داشته باشیم ازدواج او 110 سال دوام بیاورد؟ بنابراین روند فعلی ازدواج‌های متوالی احتمالاً تشدید می‌شود. کسی که در دهه 50 زندگیش دو فرزند دارد وقتی 120 سال شود از سالهایی که صرف تربیت فرزندانش کرده است، یعنی بخش نسبتاً کوچکی از کل زندگیش، چیزی جز خاطراتی دور نخواهد داشت. به آسانی نمیتوان گفت در چنین شرایطی رابطه والدین و فرزندان چه صورتی خواهد یافت. یا مثلا زندگی حرفه‌ای را در نظر بگیرید. امروزه فرض بر این است که در نوجوانی و بعد در دهه دوم زندگی حرفه‌ای را فرا می‌گیرید و سپس باقی عمر را با آن سر می‌کنید. البته قطعاً حتی در دهه‌های پنجم و ششم زندگی نیز چیزهای جدیدی می‌آموزید، ولی زندگی معمولاً به دو دوره یادگیری و کار تقسیم می‌شود. وقتی قرار باشد 150 سال عمر کنید چون چیزی روی نخواهد داد، خصوصاً در دنیایی که دائماً با فناوری‌های جدید متحول می‌شود. افراد زندگی شغلی بسیار طولانی‌تری خواهند داشت و باید همواره حتی در سن 90 سالگی خود را بازآفرینی کنند. در این حال اشخاص در 65 سالگی بازنشسته نخواهند شد و جارا برای نسلی جدید با افکار و آرزوهای تازه باز نخواهند کرد. ماکس پلانک فیزیکدان در اظهار نظر معروفی میگوید علم تدفین به تدفین جلو میرود. منظور او این بود که فقط وقتی نسلی از بین میرود نظریه های جدید فرصت مییابند قدیمی ها را ریشه کن کنند. این قضیه تنها در مورد علم صادق نیست. لحظه ای محل کار خود را در نظر بگیرید. فارغ از اینکه پژوهشگر باشید یا روزنامه نگار یا آشپز یا بازیکن فوتبال، چه احساسی به شما دست می‌دهد اگر مدیرتان 120 ساله باشد و افکار و اندیشه‌هایش در زمان ملکه ویکتوریا شکل گرفته باشد و احتمالاً قرار باشد چند دهه دیگر نیز همچنان مدیرتان بماند؟ در حوزه سیاست نتایج از این هم شومتر است. آیا مهم نیست که پوتین 90 سال دیگر هم بر سر کار بماند؟ بیشتر که فکر کنیم میبینیم اگر آدم ها 150 سال عمر میکردند، در سال 2016 استالین 138 ساله هنوز سر حال قبراق در مسکو بر مسند قدرت تکیه میداشت و ماو میان سالی 123 ساله میبود و شاهدخت الیزابت دست بر دست نهاده بود منتظر تا وارث شاه جورج ششم 121 ساله شود. پسرش چارلز تا سال 2076 هم نوبت سلطنتش نمیرسید. با اینکه متوسط امید به زندگی در 100 سال اخیر دو برابر شده است، بیجاست که نتیجه بگیریم می توانیم آن را باز هم در قرن پیش رو تا 150 سال افزایش دهیم. در سال 1900 امید به زندگی در جهان بیش از 40 سال نبود، زیرا بسیاری از مردم در جوانی بر اثر سوء تغذیه یا بیماری های واگیردار یا خشونت می مردند. به رغم این، کسانی که از قحطی و بیماری های همگیر و جنگ جان سالم به در می بردن می توانستند تا دهه 8 یا 9 زندگیشان هم عمر کنند که طول عمر طبیعی انسان خردمند است. برخلاف تصور عموم، در قرنهای گذشته رسیدن به 70 سالگی اتفاقی نامنتظر و نادر محسوب نمی شد. گالیله در 77 سالگی درگذشت و نیوتن در 84 سالگی. میکلانج 88 سال عمر کرد بدون کمک آنتیبیوتیک و واکسن یا پیوند عضو. در واقع حتی شامپانزه های جنگل ها هم گاهی تا دهه 7 زندگیشان عمر می کنند. حقیقت این است که پزشکی نوین تا کنون طول عمر طبیعی ما را 1 سال هم افزایش نداده است. دستاورد بزرگش نجات دادن ما از مرگ زودرس و فراهم آوردن این امکان بوده است که از سالهای عمرمان بهره کامل ببریم. حتی اگر اکنون سرطان و دیابت و دیگر بیماری‌های کشنده اصلی را به زانو درآوریم، معنیش فقط این است که تقریبا همه انسان‌ها تا 90 سالگی عمر خواهند کرد. اما این برای رسیدن به 150 سالگی هم کافی نیست، چه برسد به 500 سالگی. برای دستیابی به این هدف لازم است علم پزشکی اساسی ترین ساختارها و فرایندهای بدن انسان را بازطراحی کند و راه بازآفرینی اندامها و بافتها را بیابد. هیچ معلوم نیست بتوانیم تا سال 2100 این کار را بکنیم. با همه اینها، حتی اگر عمر ما به دستیابی به نامیرایی قد ندهد، جدال با مرگ احتمالاً همچنان گل سرسبد برنامه‌های قرن پیش رو خواهد بود.
وقتی که باورمان به تقدس زندگی انسان را در نظر بگیریم، به علاوه پویایی‌های تشکیلات علمی و در رأس اینها نیازهای اقتصاد سرمایه‌داری را نیز لحاظ کنیم، جنگی بی‌رحمانه با مرگ اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. تعهد ایدئولوژی که ما به ارزشمندی زندگی انسان‌ها هرگز اجازه نخواهد داد مرگ آدمی را به راحتی بپذیریم. مادام که انسان‌ها بر اثر چیزی جان می‌بازند، از تقلا برای غلبه بر مرگ دست نمی‌کشیم. اگر همین ها هم کافی نباشد، ترس از مرگ که با بیشتر انسان‌ها عجین شده است، به جدال با مرگ نیروی فزاینده مقاومت ناپذیری می‌بخشد. تا زمانی که آدمی می‌اندیشید مرگ حتمی است، از سنین پایین یاد می‌گرفت میل به عمر جاوید را در خود سرکوب یا به نفع اهدافی جایگزین مهار کند. انسان‌ها می‌خواهند همیشه زنده بمانند. به همین علت سمفونی‌های جاودانه خلق می‌کنند. در بعضی جنگ‌ها برای شکوه جاودان می‌رزمند یا حتی از زندگیشان می‌گذرند تا روحشان از نعمت جاویدان در بهشت برخوردار شود. بخش زیادی از خلاقیت هنری و تعهد سیاسی و پرهیزکاری دینی ما را ترس از مرگ دامن می‌زند. یک بار از وودی آلن که دلمشغولی زیادی به موضوع ترس از مرگ دارد پرسیدند آیا امید دارد نام و یادش از طریق پرده نقره‌ای سینما همیشه زنده بماند یا نه؟ پاسخ داد ترجیح میدم خودم در آپارتمانم زنده بمانم. سپس اضافه کرد نمیخواهم با آثارم عمر جاوید پیدا کنم، میخواهم با نمردن به آن برسم. برای آنچه آدمهای مثل آلن میخواهند، یعنی نمردن، شکوه جاودان یا مراسم یادبود ملی یا رویای بهشت جایگزینهای مناسبی نیستند. همین که آدمها با دلیل یا بی دلیل فکر کنند وقتی بلند برای فرار از چنگ مرگ دارند، میل به زندگی مانع می شود به دنبال هنر و ایدئولوژی و دین باشند و این میل مانند بهمن همه چیز را با خود خواهد برد. اگر فکر می کنید انسانهای متعصب مذهبی با چشمانی برافروخته و ریشهای آویزان موجودات خشن و بیرحمند، کافیست چند دقیقه به این بیندیشید که اگر قولهای قدیمی اقتصاد خرده فروشی و نوستاره‌های روبه سالخوردگی هالیوود بدانند اکسیر حیات در دسترس است چه خواهند کرد؟ هر وقت علم در جدال با مرگ به پیشرفت‌های مهمی دست یابد، نبرد واقعی از آزمایشگاه به پارلمان و صحنه دادگاه و خیابان کشیده خواهد شد. همین که تلاش‌های علمی تاج موفقیت بر سر بگذارند، کشمکش‌های سیاسی سخت‌تری به راه می‌اندازند. همه جنگ و جدال‌های تاریخ احتمالاً فقط پیش‌درآمدی رنگ باخته خواهند شد برای نبرد واقعی پیش رویمان، نبرد برای دستیابی به جوانی جاودان. حق خوشبختی. دومین برنامه بزرگ در دستور کار انسان احتمالاً یافتن کلید خوشبختی خواهد بود. در طول تاریخ بسیاری از اندیشمندان و پیامبران و مردم عادی خوشبختی و نه صرف زنده بودن را خیر اعلا تعریف می کردند. در یونان باستان اپیکور فیلسوف می گفت پرستش خدایان هدر دادن وقت است و پس از مرگ حیاتی وجود ندارد و خوشبختی تنها هدف زندگی است. در عصر باستان بیشتر مردم مخالف مکتب اپیکور بودند، اما امروزه آن عقیده پیش‌فرض رایج شده است. شک و تردید درباره زندگی پس از مرگ انسان را برمی انگیزد تا نه فقط در پی عمر جاوید بلکه به دنبال خوشبختی زمینی نیز باشد. کیست که بخواهد همه عمر را در فلاکت جاودان به سر برد؟ در سال 1776 پدران بنیادگذار ایالات متحده آمریکا حق تلاش برای دستیابی به خوشبختی را به عنوان یکی از سه حق غیرقابل انتقال انسان‌ها در کنار حق حیات و حق آزادی به رسمیت شناختند. البته باید بیاد داشت که اعلامیه استقلال آمریکا حق تلاش برای دستیابی به خوشبختی را تضمین می‌کرد و نه خود خوشبختی را. از همه مهمتر این که توماس جفرسون دولت را مسئول خوشبختی شهروندانش قرار نداد، بلکه فقط به دنبال محدود کردن قدرت دولت بود. او بر این نظر بود که حوزه شخصی را برای انتخاب و تصمیم گیری افراد فارغ از نظارت دولت حفظ کند. اگر من فکر میکنم خوشبخت‌تر میشوم که با جان ازدواج کنم نه با مری، در سان فرانسیسکو زندگی کنم نه در سالت لیک سیتی و متصدی بار باشم نه گاودار، حق دارم خوشبختی را به شیوه خودم پی بگیرم و حتی اگر انتخابم اشتباه باشد دولت نباید مداخله کند. در چند دهه اخیر ورق برگشته است. انسان‌ها هرچه بیشتر به این باور می‌رسند که نظام‌های عظیمی که بیش از یک قرن پیش برای قدرتمند کردن ملت برپا شدند، باید به راستی در خدمت خوشبختی و رفاه تک تک شهروندان قرار بگیرند. قرار نیست ما به دولت خدمت کنیم، قرار است دولت در خدمت ما باشد. حق تلاش برای دستیابی به خوشبختی که در ابتدا قید و بندی بر قدرت دولت پنداشته می‌شد، رفته رفته به حق خوشبختی تبدیل شده است.
گویی انسان‌ها حقی طبیعی برای خوشبختی دارند و هر آنچه ما را ناخشنود می‌کند نقض حقوق اساسی و انسانی ما است و بنابراین دولت باید در مورد آن کاری بکند. ممکن است این منطق باعث شود انسان در قرن 21 خوشبختی را دومین هدف اصلیش قرار دهد. شاید در نگاه اول این برنامه نسبتاً آسان به نظر آید. اگر قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ از بین می‌رود، اگر انسان صلح و رفاه مادی بی‌سابقه را تجربه می‌کند و اگر امید به زندگی افزایش چشمگیری می‌یابد، پس همه اینها انسان را خوشبخت‌تر خواهد کرد. درست است؟ نه، اشتباه است. وقتی اپیکور خوشبختی را خیر اعلی تعریف کرد، به مریدانش هشدار داد که خوشبخت بودن کار دشواری است. دستاوردهای مادی به تنهایی در طولانی مدت رضایت خاطر ما را تأمین نخواهد کرد. در حقیقت جستجوی کورکورانه پول و شهرت و لذت فقط آدمی را به فلاکت می اندازد. مثلا توصیه اپیکور خوردن و آشامیدن به حد اعتدال و مهار میل جنسی بود. در دراز مدت دوستی عمیق بسیار بیشتر از عیاشی های انان گسیخته اسباب خوشنودی را فراهم می آورد. اپیکور نظام اخلاقی کاملی شامل بایست‌ها و نابایست‌ها ترسیم کرد تا در مسیر پرخطر خوشبختی راهنمای انسان‌ها باشد. ظاهراً اپیکور به چیز مهمی پی برده بود. خوشبختی آسان به دست نمی‌آید. علی‌رغم دستاوردهای بی‌سابقه بشر در چند دهه اخیر اصلاً معلوم نیست انسان امروز چندان خرسندتر از نیاکانش باشد. در حقیقت به رغم رفاه و راحتی و امنیت بیشتر، میزان خودکشی هم در جهان توسعه یافته بسیار بیشتر از جوامع سنتی است و این نشانه بدشگونی است. به نظر میرسد خوشبختی ما به نوعی سقف شیشه‌ای مرموز برمیخورد که علی‌رغم همه دستاوردهای بی سابقه بشر مانع از افزایش این خوشبختی میشود. حتی اگر برای همه غذای رایگان فراهم آوریم و درمان همه بیماری‌ها را بیابیم و صلح جهانی را تضمین کنیم، باز لزوماً آن سقف شیشه‌ای فرو نمی‌ریزد. دستیابی به خوشبختی واقعی چندان آسان‌تر از غلبه بر سالخوردگی و مرگ نخواهد بود. سقف شیشه‌ای خوشبختی را دو ستون محکم روانی و زیستی پابرجا نگه می‌دارد. از نظر روانی خوشبختی به انتظارات وابسته است، نه به شرایط عینی. زمانی که زندگی آرام و پر رونقی را می‌گذرانیم احساس خرسندی نمی‌کنیم، بلکه این احساس وقتی به ما دست می‌دهد که واقعیت مطابق با انتظاراتمان می‌شود. خبر ناگوار این است که با بهبود شرایط زندگی انتظارات هم افزایش می‌یابد. پیشرفت‌های چشمگیری که آدمی در دهه‌های اخیر تجربه کرده است به انتظارات بیشتر تبدیل می‌شود، نه رضایت بیشتر. از نظر زیستی هم انتظارات و هم خوشبختی را فرایندهای زیست شیمیایی بدن تعیین می‌کنند، نه اوضاع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی. طبق نظر اپیکور موقعی خوشبختیم که احساسات خوشایندی تجربه می‌کنیم و از احساسات ناخوشایند فارغیم. بر طبق علوم زیستی خوشی و رنج چیزی نیستند جز دو گونه توازن در احساسات جسمی انسان. ما هرگز به رویدادهای جهان بیرون واکنش نشان نمی‌دهیم مگر با احساساتی که در جسم خود تجربه می‌کنیم. هیچ کس بابت از دست دادن کار یا طلاق گرفتن یا درگیر شدن حکومت در جنگ متحمل رنج و عذاب نمی‌شود. تنها چیزی که آدمی را به فلاکت می‌اندازد احساسات ناخوشایندی است که در جسمش تجربه می‌کند. از دست دادن شغل قطعاً می‌تواند باعث افسردگی شود، اما خود افسردگی نوعی احساس ناخوشایند جسمانی است. هزار چیز ممکن است ما را خشمگین کند، اما خشم به هیچ وجه نه امری انتزاعی بلکه همواره احساس حرارت و تنشی است در جسم و همین است که آن را بسیار آزاردهنده می کند. بی علت نیست که می گوییم از خشم آتش گرفتم. ارم برعکس می گوید هیچ کس هرگز با ارتقای شغلی یا برنده شدن در بخت آزمایی یا حتی یافتن عشق واقعی احساس خوشبختی نمی کند. آدمی را فقط و فقط یک چیز خوشبخت می کند، احساسات خوشایند در جسمش. لازم نیست کسی حتما گل پیروزی در فینال جام جهانی را به ثمر برساند تا چنین احساساتی را تجربه کند. اگر کسی یک باره ارتقای شغلی بگیرد و از خوشی بالا و پایین بپرد، واکنشی نشان داده است به همین نوع احساسات. بخش‌های عمیق‌تر ذهن ما چیزی درباره فوتبال یا شغل و حرفه نمی‌داند و فقط احساسات را می‌شناسد. اگر ارتقای شغلی بگیرید ولی به هر دلیلی احساس خوشایندی نداشته باشید، احساس رضایت نخواهید کرد. برعکسش هم صادق است. اگر تازه از محل کارتان اخراج شده باشید یا یک مسابقه سرنوشت‌ساز فوتبال را باخته باشید اما احساسات بسیار خوشایندی را تجربه کنید، مثلا شاید بر سر خوردن یک جور قرص، چه بسا همچنان از خوشحالی عرش را سیف کنید. خبر بد این است که احساسات خوشایند به سرعت فروکش می‌کند و دیر یا زود به احساسات ناخوشایند بدل می‌شود. اینها همه زیر سر تکامل است.
در طول نسل‌های بیشمار نظام زیست شیمیایی بدن انسان با افزایش بخت بقا و تولید مثلش سازگار شده است، نه با خوشبختیش. نظام زیست شیمیایی به اعمالی که موجب بقا و تولید مثل می شود با احساسات خوشایند پاداش می دهد. اما اینها فقط حقه‌های زودگذر فروش هستند. ما برای به دست آوردن غذا و جفت می جنگیم تا مانع از احساس ناخوشایند گرسنگی شویم و از طعم‌های خوش و ارگاسم لذت بخش بهره ببریم. اما طعم خوش و ارگاسم لذت بخش چندان دوامی ندارند و اگر بخواهیم باز تجربهشان کنیم مجبوریم باز هم دنبال غذا و جفت بگردیم. اگر جهش ژنتیکی نادری رخ میداد و سنجابی خلق میشد که با خوردن فقط یک فندق احساس لذتی دائمی را تجربه میکرد چه رخ میداد؟ میتوان این کار را از نظر فنی با دستکاری در مدارهای مغز سنجاب انجام داد. کسی چه میداند؟ شاید میلیون ها سال پیش این اتفاق برای یک جور سنجاب خوشبخت افتاده باشد. اما در این صورت آن سنجاب زندگی بی نهایت شاد و بی نهایت کوتاهی را تجربه میکرد و آن جهش نادر نیز به پایان میرسید. زیرا در این صورت سنجاب سعادتمند ما خود را به زحمت نمی انداخت تا دنبال فندق بیشتری برود، چه برسد به جفت. سنجاب های رقیب که 5 دقیقه بعد از خوردن فندق باز احساس گرسنگی می کردند، بخت بیشتری برای بقا و انتقال ژن هایشان به نسل بعد داشتند. دقیقاً به همین دلیل فندق هایی که ما انسان ها به دنبالش هستیم، مثل شغل نان و آبدار و خانه بزرگ و معشوق یا همسر خوش قیافه، به ندرت احساس رضایتی طولانی مدت به ما می دهد. شاید برخی بگوین این چندان هم بد نیست، زیرا نه هدف بلکه خود سفر است که به ما حس خوشبختی می دهد. بالا رفتن از کوه اورست خرسند کننده تر است تا ایستادن در بالای کوه. پیش نوازش هیجان انگیز تر است تا رسیدن به ارگاسم. انجام دادن آزمایش های بدی در آزمایشگاه جالب تر است تا تحسین شدن و جایزه گرفتن. با این حال آن تصویر چندان تغییر نمی کند و صرفا نشان می دهد تکامل با طیف وسیعی از لذت ها مهار ما را در دست دارد. گاهی با احساس سعادت و آرامش اغوایمان می کند و زمان دیگر با احساسات مهیج شور و شوق و شعف. وقتی حیوانی در پی چیزی می رود که بخت بقا و تولید مثلش را افزایش می دهد، مغز احساس هوشیاری و هیجان تولید می کند که باعث می شود حیوان بسی بیشتر تلاش کند، چرا که آن چیزها بسیار مطبوعند. در آزمایشی معروف دانشمندان الکترودهایی را به مغز چند موش وصل کردند که به آنها امکان می‌داد فقط با فشار دادن پدالی احساس هیجان ایجاد کنند. وقتی به موش‌ها فرصت انتخاب بین غذای خوش‌طعم و فشار دادن پدال داده می‌شد، پدال را ترجیح می‌دادند. بسیار شبیه بچه‌هایی که بازی کامپیوتری را به آرام نشستن سر غذا ترجیح می‌دهند. موش‌ها پدال را بارها و بارها فشار می‌دادند تا اینکه از زور گرسنگی و خستگی از پا در می‌آمدند. انسان ها هم ممکن است هیجان مسابقه را به تکیه بر افتخارات موفقیت ترجیح دهند. با این همه علت جذابیت مسابقه احساسات شعف انگیزی است که به همراه دارد. اگر بالا رفتن از کوه یا بازی های کامپیوتری یا آشنا شدن با دختر یا پسری صرفاً احساسات ناخوشایند استرس یا ناامیدی یا بی‌حوصلگی در پی داشت، هیچ کس نمی‌خواست سراغ این کارها برود. افسوس که احساسات هیجان انگیز مسابقه نیز به اندازه احساسات لذت بخش پیروزی گذراست. دونجوانی که از شور و شعف یک شب همخوابگی با کسی لذت میبرد، تاجری که از جویدن ناخونهایش موقع تماشای بالا و پایین رفتن شاخصهای بازار بورس لذت میبرد، و کسی که موقع بازی کامپیوتری از کشتن غول مرحله آخر بر صفحه کامپیوتر مشعوف میشود، از بیاد آوردن ماجراهای روز گذشتهش هیچ احساس خرسندی نخواهد کرد. دونجوان ها و غول های تجاری و علاقمندان بازی های کامپیوتری مثل موش هایی که پدال را بارها و بارها فشار می دادند، نیاز دارند هر روز ضربه تازه‌ای بزنند. از این بدتر انتظارات بیش از حد با شرایط سازگار می شود و چالش های دیروز به سرعت به ملال و یک نواختی امروز بدل می شوند. شاید کلید خوشبختی نه مسابقه و نشان طلا، بلکه ترکیب درست هیجان و آرامش باشد. البته اغلب ما تمایل داریم راه دراز بین استرس و ملال را شتابان برویم و بیاییم و از هر دو هم به یک اندازه ناخرسند باقی بمانیم. حق خوشبختی بخش دوم. اگر حق با علم باشد و خوشبختی را نظام زیست شیمیایی بدن تعیین کند، پس تنها راه تضمین رضایت خاطر همیشگی و با دوام دستکاری کردن این نظام است. رشد اقتصادی و اصلاحات اجتماعی و تحولات سیاسی را فراموش کنید. برای افزودن بر میزان خوشبختی در جهان لازم است در نظام زیست شیمیایی بدن انسان‌ها دست ببریم و این دقیقاً همان کاری است که در چند دهه گذشته انجام می‌دادیم.
50 سال قبل داروهای روانی به شدت بدنام بودند. امروز آن بدنامی از بین رفته است. خوب یا بد، تعداد هرچه بیشتری از آدمها به طور مرتب از داروهای روانی استفاده می کنند، نه فقط برای درمان بیماری های فرساینده روانی، بلکه حتی در مواجهه با افسردگی های پیش و پا افتاده و بی‌حوصلگی های گاه و بیگاه. مثلا روز به روز تعداد بیشتری از دانش آموزان مواد محرکی مثل ریتالین مصرف می کنند. در سال 2011 3.5 میلیون بچه آمریکایی برای درمان اختلال بیش‌فعالی همراه با کم توجهی دارو می خوردند. در بریتانیا این تعداد از 92 هزار نفر در سال 1997 به 786 هزار نفر در سال 2012 رسید. هدف اصلی درمان کم توجهی بوده است، اما امروزه بچه های کاملا سالم همچنین داروهای مصرف می کنند تا عملکردشان را ارتقا بخشند و انتظارات فزاینده معلمان و والدینشان را برآورده کنند. برخی به این تحول معترضند و حرفشان این است که مشکل نه از بچه ها بلکه از نظام آموزشی است. اگر دانش آموزان دچار اختلال کم توجهی و استرس و نمره پایین هستند، احتمالاً باید روش‌های کهنه تدریس و کلاس‌های شلوغ و ضرباهنگ نابهنجارانی تند زندگی را مقصر بدانیم. شاید لازم است به جای بچه‌ها مدرسه‌ها را اصلاح کنیم. جالب است ببینیم این بحث چطور شکل گرفته است. انسان‌ها هزاران سال با شیوه‌های آموزش و پرورش مخالفت کردند، چه در چین باستان و چه در بریتانیای عصر ویکتوریا. هر کسی در این زمینه شیوه مورد علاقه خودش را داشت و به شدت مخالف همه شیوه‌های جایگزین بود. با این حال تاکنون همه با یک چیز موافق بودند: برای بهبود وضع آموزش و پرورش باید مدارس را تغییر دهیم. امروزه برای اولین بار در طول تاریخ دست کم نظر برخی افراد این است که تغییر دادن فرایندهای زیست شیمیایی بدن دانش آموزان مؤثرتر است. ارتش‌ها هم همین راه را در پیش گرفتند. 12% سربازان آمریکا در عراق و 17% سربازان این کشور در افغانستان یا قرص خواب می‌خورند یا داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کنند تا بتوانند از پس فشار و عذاب جنگ برآیند. وحشت و افسردگی و روان زخم را گلوله توپ و تله‌های انفجاری و ماشین‌های بمب‌گذاری شده به بار نمی‌آورند. اینها محصول هورمون‌ها و ناقل‌های عصبی و شبکه اعصابند. ممکن است دو سرباز شانه به شانه هم در کمینگاه باشند، یکی از ترس خشکش می‌زند و عقلش را دست می‌دهد و سال‌ها بعد از این رویداد هم گرفتار کابوس‌های شبانه می‌شود، اما دیگری شجاعانه به جلو یورش می‌برد و نشان هم می‌گیرد. تفاوت در نظام زیست شیمیایی بدن این دو سرباز است و اگر راه‌هایی برای کنترل آن بیابیم، هم سربازان شاد و سرحال‌تری خواهیم داشت و هم ارتش‌های کارآمدتر. پی گرفتن زیست شیمیایی خوشبختی علت شماره یک جرم و جنایت در جهان نیز به شمار می‌رود. انسان‌ها الکل می‌نوشند برای فراموشی، ماریجوانا دود می‌کنند برای احساس آرامش، کوکائین و متامفتامین مصرف می‌کنند برای کسب هوشیاری و اطمینان خاطر، اکستازی سرخوشی و خلسه می‌آورد، الستی آدم‌ها را به هپروت می‌برد. آنچه را برخی امیدوارند با مطالعه یا کار یا تشکیل خانواده بیابند، دیگران می‌کوشند به شکل بسیار ساده‌تر با ترکیب تعداد مشخصی از چند مولکول به دست آورند. این برای نظم اجتماعی و اقتصادی تهدیدی وجودی است و به همین علت است که کشورها به جنگی بی‌امان و خونین و بی‌نتیجه با جرم و جنایت زیست شیمیایی دست می‌زنند. دولت‌ها امیدوارند مطالبه خوشبختی را از راه زیست شیمی نظم و سامان بخشند و دستکاری‌های خوب و بد را از هم جدا کنند. قاعده روشن است: آن دسته دستکاری‌های زیست شیمیایی که ثبات سیاسی و نظم اجتماعی و رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند مجازند و حتی تشویق هم می‌شوند، مثل کارهایی که به آرام شدن بچه‌های بیش‌فعال در مدرسه می‌انجامد یا سربازان مضطرب را به صحنه نبرد می‌کشاند. اما دستکاری‌هایی که رشد و ثبات را به خطر می‌اندازند ممنوعند. اما همه ساله در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های داروسازی و دم و دستگاه مجرمان داروها و مواد محرک جدیدی تولید می‌شود و نیازهای دولت و بازار را تغییر می‌دهد. پیگیری خوشبختی از راه زیست‌شیمی در همان حال که شدت می‌یابد به سیاست و اجتماع و اقتصاد شکل تازه‌ای می‌بخشد و مهارش نیز دشوارتر می‌شود. داروها و مواد محرک تازه آغاز راه است. دانشمندان در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشغول پژوهش درباره شیوه‌های پیچیده‌تر دستکاری در فرایندهای زیست شیمیایی بدن انسانند، مثل فرستادن محرک‌های الکتریکی مستقیم به نقاط مشخصی در مغز یا طراحی الگوی ژنتیکی اندام‌های بدن. شیوه درست کار هر چه باشد، دستیابی به خوشبختی از طریق دستکاری زیست شیمیایی در ساختمان بدن انسان آسان نخواهد بود، زیرا مستلزم دگرگون کردن الگوهای بنیادی حیات است. اما غلبه بر قحطی و بیماری‌های همه‌گیر و جنگ هم آسان نبود.
اگر خوشبختی را با احساسات خوشایند زودگذر یکی بدانیم و مشتاق تجربه کردن هرچه بیشترشان باشیم، هیچ راه دیگری نداریم جز پیگیری مداوم آنها. وقتی نهایتاً با آنها دست میابیم، به سرعت ناپدید میشوند و چون صرف خاطره لذتهای گذشته خرسندمان نمی کند، باید همه آن کارها را دوباره از سر گرفت. حتی اگر این تعقیب و گریز چند دهه ادامه یابد، هرگز به دستاورد پایداری منتهی نمی شود. برعکس، هرچه بیشتر آرزوی این احساسات خوشایند را در سر بپرورانیم، بیشتر دچار اضطراب و ناخرسندی می شویم. انسان برای دستیافتن به خوشبختی واقعی باید از سرعت پیگیری احساسات خوشایند بکاهد، نه اینکه آن را شدت بخشد. این نگرش بودایی به خوشبختی با دیدگاه زیست شیمیایی و چه اشتراکات زیادی دارد. طبق هر دو دیدگاه، احساسات خوشایند به همان سرعت که پدید می آیند ناپدید می شوند و مادامی که انسان ها برای احساسات خوشایند آتش دارند اما واقعا تجربهش نمی کنند، ناخرسند باقی می مانند. این مشکل دو راه حل کاملا متفاوت دارد. راه حل زیست شیمیایی تولید محصولات و داروهایی است که موج بیپایان احساسات خوشایند را برای انسان ها فراهم می کنند و برابر این هرگز کسی فقدانشان را حس نمی کند. اما پیشنهاد بودا این بود که از اشتیاقمان برای احساسات خوشایند بکاهیم و نگذاریم مهار زندگیمان را به دست بگیرند. طبق نظر بودا می توانیم ذهنمان را تعلیم دهیم تا به دقت مشاهده کند چطور احساسات دائما می آیند و می روند. وقتی ذهن یاد می گیرد احساسات را آنگونه که هستند ببیند، یعنی حس و حالی گذرا و بی‌معنا، علاقه به دنبال کردنشان رنگ می بازد. به این دلیل که فایده‌ای ندارد آدمی در پی چیزی باشد که با همون سرعتی که پدیدار می شود از بین می رود. در حال حاضر انسان به راه حل زیست شیمیایی دلبستگی بیشتری نشان می دهد. مهم نیست راهبان گوشه نشین در غارهای هیمالیا یا فیلسوفان برج آج نشین چه می گویند. برای غول بیشاخ و دم سرمایه‌داری خوشبختی همان لذت است. همینو بس. سال به سال از تحمل ما برای احساسات ناخوشایند کاسته و بر آتشمان برای احساسات خوشایند افزوده می شود. پژوهش‌های علمی و فعالیت‌های اقتصادی هر دو برای این هدف تنظیم شده‌اند و هر سال مسکن‌های بهتر، بستنی‌هایی با عطر و طعم تازه، تشک‌های راحت‌تر و بازی‌های اعتیادآورتر برای نصب روی تلفن‌های هوشمندمان تولید می‌کنند تا مبادا حتی لحظه‌ای مثلا موقع انتظار کشیدن برای آمدن اتوبوس کسل و بی‌حوصله شویم. البته اینها کافی نیست. فرایند تکامل انسان خردمند را با تجربه لذت مدام سازگار نکرده است و بنابراین اگر انسان واقعا این را می‌خواهد، پس بستنی و بازی‌های تلفن‌های هوشمند از عهده‌اش بر نمی‌آیند. لازم است فرایندهای زیست شیمیایی بدنمان را تغییر دهیم و جسم و ذهنمان را از نو طراحی کنیم و ما نیز مشغول همین کاریم. شاید کسی درباره خوبی یا بدی این کار به مناقشه برخیزد، اما به هر حال به نظر می‌رسد دومین پروژه بزرگ قرن 21 یعنی تضمین خوشبختی در جهان، بازطراحی انسان خردمند برای بهره بردن از لذت مدام باشد. خدایان کره زمین. انسان‌ها در طلب سعادت و نامیرایی در واقع می‌کوشند خود را به جایگاه خدایان ارتقا دهند، نه فقط به این علت که اینها ویژگی‌های الهی‌اند، بلکه از آن رو که انسان‌ها برای غلبه بر سالخوردگی و بدبختی در درجه اول مجبورند خداگونه بر بنیاد زیستیشان چیره شوند. اگر کسی طالب قدرت هرکول یا شهوترانی آفرودیت یا خرد آتنا یا از خود بی خود شدگی دیونوسوس باشد، می‌تواند اینها را برای خود خریداری کند. تا کنون قدرت فزاینده بشر عمدتاً متکی بر کارآمدتر کردن ابزارهای بیرونی بوده است، اما در آینده احتمالاً بیشتر مبتنی بر ارتقای جسم و ذهن انسان یا درامیختن با ابزارها خواهد بود. ارتقا یافتن انسان به مقام خدایان احتمالاً به یکی از این سه شکل تحقق می‌یابد: مهندسی زیستی، مهندسی سایبورگ، مهندسی موجودات غیر عالی. مهندسی زیستی با این بینش آغاز می شود که با شناخت توانایی کامل بدن موجودات زنده فاصله زیادی داریم. انتخاب طبیعی در طول 4 میلیارد سال با این بدنها ور رفته و حک و اصلاحشان کرده است، طوری که از آمیبها به خزندگان و از آنها به پستانداران و بعد به انسان خردمند رسیدیم. با این حال دلیلی ندارد که فکر کنیم انسان خردمند آخرین مرحله این دگرگونی هاست.
تغییراتی نسبتاً اندک در ژن‌ها و هورمون‌ها و یاخته‌های عصبی کافی بود تا انسان راست‌قامت یا هومو ارکتوس که نمی‌توانست چیزی تاثیرگذارتر از چاقوهای چخماقی تولید کند، تبدیل شود به انسان خردمند که سفینه فضایی و کامپیوتر تولید می‌کند. کسی چه می‌داند که نتیجه چند تغییر بیشتر در DNA یا نظام هورمونی یا ساختار مغز انسان چه خواهد شد؟ بنا نیست مهندسی زیستی صبورانه انتظار بکشد تا انتخاب طبیعی جادو کند. به جای آن، زیست مهندسان بدن انسان خردمند سابق را به کار می گیرند و آمدانه رمز ژنتیکیش را بازنویسی می کنند و مدارهای مغزش را از نو سیمکشی می کنند و توازن زیست شیمیایی بدنش را تغییر می دهند و حتی دست و پاهای کاملا جدید به وجود می آورند. به این ترتیب ایزدک ها یا خدایان کوچک جدیدی خلق خواهند کرد که شاید با ما انسان های خردمند همانقدر تفاوت داشته باشند که ما با انسان های راست قامت داشتیم. مهندسی سایبورگ قدمی جلوتر می رود و بدن زنده را با وسایل و ابزارهای غیر زنده مثل دست بیونیک یا چشم مصنوعی یا میلیون ها نانو ربات در می آمیزد که جریان خون ما را هدایت می کنند و مشکلات را تشخیص می دهند و آسیب ها را از میان می برند. چون این سایبورگی از توانایی هایی بهره مند خواهد بود بسیار فراتر از هر جسم زنده دیگر. مثلا همه قسمت های مختلف جسم زنده باید با یکدیگر در تماس مستقیم باشند تا بتوانند عمل کنند. اگر مغز فیلی در هند باشد و چشم و گوشش در چین و پایش در استرالیا به احتمال زیاد این فیل مرده است و حتی اگر به شکل مرموزی زنده نیز باشد نمیتواند ببیند یا بشنود یا راه برود. برعکس سایبورگ میتواند همزمان در چند نقطه حضور داشته باشد. پزشک سایبورگ میتواند بدون ترک مطبش در استکهلم یک عمل جراحی فوریتی را در توکیو یا شیکاگو یا ایستگاه فضایی در مریخ انجام دهد. او فقط به یک ارتباط اینترنتی پرسرعت و چند جفت چشم و دست بیونیک احتیاج دارد. یا اصلا چرا جفت؟ چرا چهار تا نه؟ در حقیقت حتی اینها هم زیادی‌اند. وقتی که پزشک سایبورگ میتواند ذهنش را مستقیم به چاقوی جراحی متصل کند، چرا باید آن را با دستش نگه دارد؟ برای هزاران سال تاریخ پر از اختشاش‌های فناورانه و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بود. با این حال یک چیز ثابت باقی می‌ماند: خود بشریت. ابزارها و نهادهای امروز ما با زمان کتاب مقدس بسیار متفاوت است، اما ژرف ساختهای ذهن انسان به همان شکل باقی است. از همین روز که هنوز می توانیم خود را لابلای صفحات کتاب مقدس یا نوشته های کنفوسیوس یا تراژدی های سوفوکل و اوریپید بیابیم. این آثار کلاسیک را انسان های درست شبیه ما خلق کردند و برای همین احساس می کنیم از ما سخن می گویند. شاید اودیپ و هملت و اوتلوی تئاترهای امروزی شلوار جین و تیشرت بپوشند و در فیسبوک حساب کاربری داشته باشند، اما تعارضهای عاطفیشان همانی است که در اصل این نمایشنامه‌ها بود. اما وقتی فناوری ما را قادر سازد فکر و ذهن انسان را از نو طراحی کنیم، انسان خردمند ناپدید خواهد شد و تاریخ بشر به پایان خواهد رسید. فرایند کاملا جدیدی آغاز خواهد شد که از قدرت درک کسانی مثل من و شما خارج است. پژوهشگران زیادی میکوشند پیش بینی کنند که جهان در سال 2100 یا 2200 چگونه خواهد بود. این کار اتلاف وقت است. هر پیش بینی ارزنده‌ای باید توانایی بازطراحی ذهن و فکر انسان را در نظر بگیرد و این ناممکن است. برای این سوال که آدم‌های با فکر و ذهنی شبیه ما با مهندسی ژنتیک چه خواهند کرد، پاسخ‌های خردمندانه مطرح است، اما این سوال که موجوداتی با فکر و ذهنی متفاوت با ما با زیست مهندسی چه خواهند کرد، هیچ پاسخی در خوری ندارد. فقط می‌شود گفت انسان‌های شبیه ما احتمالاً زیست مهندسی را به کار می‌گیرند تا ذهن و فکر خود را از نو طراحی کنند و فکر و ذهن کنونی ما نمی‌تواند تشخیص دهد بعد چه روی خواهد داد. در طول تاریخ اعتقاد بر این بود که اغلب خدایان نه فقط از قدرت مطلق بلکه از توانایی‌های برتر خاصی بهره‌مندند، مانند توانایی طراحی و خلق موجودات زنده، تغییر دادن جسم خود، کنترل محیط زیست و آب و هوا، خواندن افکار و ارتباط برقرار کردن از راه دور، جابجا شدن با سرعت بسیار زیاد و البته گریختن از چنگ مرگ و داشتن عمر جاوید. انسان‌ها سر در پی دستیابی به همه این توانایی‌ها دارند و شاید هم بیشتر. برخی توانایی‌های کهن که هزاران سال الهی محسوب می‌شدند امروز آنقدر پیش و پا افتاده شده‌اند که تقریباً کسی به فکر آنها نمی‌افتد. در حال حاضر شخصی معمولی هم بسیار راحت‌تر از خدایان کهن یونان یا هندو یا آفریقا فاصله‌ها را در می‌نوردد و با دیگری ارتباط برقرار می‌کند. ما تا کنون با خدایان کهن بر سر تولید ابزارهای هرچه بهتر در رقابت بوده‌ایم. تا
در آینده نچندان دور احتمالاً ابر انسان‌هایی می‌آفرینیم که از خدایان کهن نه فقط از نظر ابزارهایشان بلکه از نظر قوای جسمی و ذهنی هم پیشی می‌گیرند. اما هر وقت به اینجا برسیم، خداگونگی هم مثل جهان فضای مجازی و به همان اندازه برایمان معمولی و پیش و پا افتاده می‌شود. شگفتی بزرگی که بدیهی فرض می‌شود. البته ارتقا یافتن انسان خردمند فرایند تاریخی تدریجی خواهد بود، نه فاجعه‌ای هالیوودی. قرار نیست انسان خردمند با شورش ربات‌ها از صفحه روزگار محو شود، بلکه احتمالاً گام به گام خود را ارتقا می‌بخشد و در این فرایند با ربات و کامپیوتر در می‌آمیزد، تا آنجا که اخلاف ما به گذشته می‌نگرند و در می‌یابند که دیگر آن موجودی نیستند که کتاب مقدس را نگاشت، دیوار بزرگ چین را ساخت و با مسخره‌بازی‌های چارلی چاپلین خنده سر داد. این ظرف یک روز یا یک سال رخ نمی‌دهد. در حقیقت همین حالا هم از طریق بسیاری کارهای معمولی و پیش و پا افتاده در حال رخ دادن است. هر روز میلیون‌ها انسان تصمیم می‌گیرند مهار زندگیشان را بیشتر و بیشتر به تلفن‌های هوشمندشان بسپارند یا داروی ضد افسردگی جدید و مؤثرتری را امتحان کنند. انسان در طلب سلامت و سعادت و قدرت به تدریج یکی از ویژگی‌هایش را دگرگون می‌کند و بعد دیگری را و بعد باز هم دیگری را، تا اینکه دیگر انسان نخواهد بود.